به گزارش خبرگزاری سوریه سانا، یک منبع نظامی اعلام کرد پدافند هوایی این کشور ده ها فروند موشک اسرائیلی را سرنگون و مانع از اصابت تعداد بسیاری از این موشک ها به اهداف شد. بر اساس این گزارش، شماری از موشک های صهیونیست ها به چند موضع گردان های پدافند هوایی، رادار و انبار مهمات اصابت کرد. به گزارش خبرگزاری سوریه، بررسی ها نشان می دهد اسرائیل قصد داشته با شلیک موشک ها از داخل سرزمین های اشغالی به سوریه تعدادی از گردان های پدافند هوایی را هدف قرار دهد و تعدادی از رادارها را تخریب کند، اما پدافند هوایی سوریه مانع از این امر شد. پدافند هوایی سوریه همچنین از اصابت موشک های اسرائیل به اطراف شهر البعث در استان قنیطره هم ممانعت کرد. حمله موشکی رژیم اشغالگر قدس کمتر از 24 ساعت پس از مقابله پدافند هوایی سوریه با حمله موشکی و سرنگونی دو موشک اسرائیل در منطقه الکسوه در ریف دمشق صورت گرفت. در این حال ارتش سوریه علاوه بر عملیات پدافندی در پاسخ به حمله صهیونیست ها که کاخ سفید نیز رسما از آنها حمایت کرد، بیش از 50 موشک به مواضع رژیم صهیونیستی در جولان اشغالی شلیک کرد. این حمله از لحاظ عمق و شدت از سال 1967 میلادی بی سابقه بوده است. المیادین در این باره گزارش کرده موشک‌های شلیک شده به جولان اشغالی به اهداف نظامی حساس و مهمی اصابت کرده است. 10 موضع نظامی که زیر مجموعه 4 مرکز اصلی بوده اند هدف قرار گرفتند. همزمان آژیرهای خطر در بخش جولان اشغالی به صدا درآمد. شاهدان محلی وقوع انفجارهای بزرگ، آتش سوزی و رفت و آمد گسترده آمبولانس ها را در این منطقه تایید کرده اند. رسانه های رژیم صهیونیستی نیز اعلام کردند از شهروندان اسرائیلی در منطقه اشغالی جولان خواسته شده به پناهگاه ها بروند. در همین زمینه خبرها کیست سامانه گنبد آهنین رژیم صهیونیستی در مقابله با پاسخ موشکی سوریه به مراکز نظامی این رژیم شکست خوردند. حمله سه‌شنبه شب، یک نهاد ناظر بر تحولات سوریه گفته اسرائیل با چند موشک به پایگاهی در نزدیکی دمشق پایتخت حمله کرده که دست کم 15 نفر کشته شدند، از جمله 8 ایرانی. ژیار گل گزارش می‌دهد. چهره جنگ در سوریه در حال تغییر است. دولت بشار اسد و شبه نظامیان شیعه متحد ایران در جبهه های جنگ علیه مخالفان سوری پیروزی های زیادی داشتند، اما این پیروزی ها برای ایران تبدیل به تهدید دیگر شده است. بیان همون حرفی رو که او داره میزنه که ایران چرا در منطقه حضور داره، خب تا چشمتون کور. ما هیچ وقت اجازه نمی دهیم ایران در سوریه پایگاهی نظامی علیه ما بزند. ما هیچ وقت ایران اجازه دسترسی به بمب هسته‌ای نمی دهیم. دیشب ساعتی پس از خروج آمریکا از برجام، چند موشک به پایگاه نظامی الکسوه در جنوب دمشق اصابت کرد. اسرائیل تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد این یک پایگاه ارتش سوریه است و دو غیر نظامی در حملات کشته شدند. اما دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید اسرائیل به پایگاه ایران در سوریه حمله کرده و 8 نفر از نیروهای ایرانی در میان کشته شدگانند. حریم هوایی مناطقی در سوریه که اسرائیل در چند ماه گذشته هدف گرفته در کنترل روسیه است. این نوع حملات بدون هماهنگی با روسیه امکان پذیر نیست. نخست وزیر اسرائیل امروز در روز ملی روسیه به مسکو رفته و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور درباره تحرکات ایران در سوریه گفتگو کرد. خیلی مشکله که باور کرد 73 سال پس از کشتار یهودیا در هولوکاست هنوز کشوری در خاورمیانه هست، ایران، که آشکارا خواهان نابودی کشور اسرائیله. نخست وزیر اسرائیل مدعی شده که ایران سلاح‌های پیشرفته به سوریه فرستاده تا علیه اسرائیل به کار برده شوند. سیستم دفاع هوایی ارتش اسرائیل در مناطق تحت کنترل این کشور در ارتفاعات جولان در مرز با سوریه آماده باشند. پیشتر فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران گفته بود که در زمان مناسب به حملات اسرائیل جواب خواهند داد. انتظار دارم دیر یا زود شبه نظامیان شیعه متحد ایران به نیروهای اسرائیل در شمال این کشور حمله کنند. اسرائیل هم مقابله به مصر خواهد کرد. رهبران ایران میگویند اگر در سوریه نجنگند باید در خیابان‌های تهران با دشمنان بجنگند.
چرا امروز به جمهوری اسلامی سرود میده و من معتقدم این پیروزی ها روز بزرگتر و وسعتش بیشتر خواهد شد چه امریکا چه سعودی بخواهد کاری نمیتونه کاری انجام شبه نظامیان متحد ایران در لبنان، سوریه و عراق قدرت چشمگیری در عرصه سیاسی و نظامی این کشورها دارند. فشارها و تهدیدهای اسرائیل و آمریکا برای کنترل این گروه‌ها و ایران در منطقه روز به روز بیشتر می‌شوند. ژیورگول، بی بی سی.